سلام، امیدوارم که خوب باشید. تو این ویدیو میخوایم یک نگاه نزدیکتری به آیفون های تازه معرفی شده، یعنی آیفون های سری 15 داشته باشیم. این گوشی ها هنوز توی بازار نیومدن که بشه یک بررسی کلی ازشون داشته باشیم، ولی یه سری ویدیوها توی اینترنت هست که از افرادی که تونستن از نزدیک با گوشی کار کنن و اونو تستش کنن. گفتم بذار یک ویدیوی جامع‌تری از معرفی آیفون های سری 15 براتون درست کنم، حالا هرچی از مراسم خود اپل میدونیم و هرچی هم از این ور اون ور. اگر دوست داشتید منو حمایت کنید با سابسکرایب کردنتون توی کانال میتونید به من کمک کنید، و اگر دوست داشتید این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه با لایکتون میتونید این کار رو انجام بدید. سه شب پیش یعنی 21 شهریور ما اپل توی مراسمش گوشی های آیفون 15، 15 پلاس، 15 پرو و 15 پرو مکس رو معرفی کرد. این گوشی ها توی نگاه اول تغییرات زیادی توی طراحیشون به چشم نمیخوره، اما وقتی که ریز سر بشیم توی جزئیات تغییراتی دارن. از آیفون های 15 و 15 پلاس شروع کنیم. اون تیزی لبه ها توی سری جدید آیفون ها کمتر شده و گوشی یکم نرمتره و توی دست خوش دستره. جنس بدنه پشتی گوشی های آیفون 15 و 15 پلاس شیشه مات هست که نسبت به شیشه براق نسل گذشته هم قشنگتر شده و هم حس بهتری داره. اثر انگشت هم کمتر روشون میمونه، اما عیبش اینه که سخت‌تر هم پاک میشه اون اثر انگشت. و الان دیگه داینامیک آیلند رو هم میتونیم روی تمام سری های 15 تجربه کنیم و مثل نسل گذشته مخصوص پروها نیست. تایپ سی. بالاخره تایپ سی بعد از سالها به گوشی های آیفون اضافه شد و اپل به اجبار با لایتنینگ خداحافظی کرد. الان دیگه نیاز نیست هر جا میریم یه کابل لایتنینگ توی جیب اون باشه و میتونیم با یه کابل دو سر تایپ سی و با استفاده از شارژ معکوس اپل ایرپادمون هم شارژ کنیم. گفتم شارژ، چیزی که توی ذوق میزنه توان شارژی 20 وات برای گوشی های سری 15 هست که ای کاش اپل سقف بالاتری رو میذاشت که گوشی بتونه سریعتر شارژ بشه. چیز ناامید کننده برای USB-C آیفون های 15 و 15 پلاس اینه که اپل از USB-C نسل 2 برای این دو گوشی استفاده میکنه و USB-C نسل 3 رو برای آیفون های 15 پرو و 15 پرو مکس کنار گذاشته، جایی که الان تمام گوشی های اندرویدی حتی میان ردام از USB-C نسل 3 استفاده میکنن. ای کاش که اپل برای آیفون های 15 و 15 پلاسش هم از همون نسل 3 استفاده کرده بود. چیپست استفاده شده توی آیفون های 15 و 15 پلاس همون چیپست به ارث رسیده از آیفون 14 پرو ها هستش که A16 بایونیک میشه، یک چیپست خیلی قوی با عملکردی بی‌نقص. این گوشی 6 گیگ هم حافظه رم داره و توی مدل بالاترین مدلش حافظه داخلیش به 512 گیگابایت میرسه. بریم سراغ دوربین که دو تا لنز داریم. لنز اصلیش 48 مگاپیکسله که احتمالاً همون لنز استفاده شده در آیفون 14 پرو هست. لنز 48 مگاپیکسلی با فاصله کانونی 26 میلیمتر و دریچه دیافراگم f1.6. لرزشگیر اپتیکال داره و از سنسور شیفت پشتیبانی میکنه. لنز دوم اولترا واید که 13 میلیمتری و دریچه دیافراگمش f2.4. دوربین سلفی هم 12 مگاپیکسلی هستش که فاصله کانونیش 23 میلیمتر و دریچه دیافراگم 1.9 داره و از HDR و سینماتیک اپل هم پشتیبانی میکنه. دوربین ها عملکرد خوبی ازشون انتظار میره و توقعی مشابه آیفون های 14 پرو و 14 پرو مکس ازشون داریم. یه قابلیت باحال دیگه به اسم پورتری مود اضافه شده که توسط مریم عظیمی هاشمی توی مراسم اپل معرفی شد و ما خیلی خوشحال شدیم از اینکه یک مهندس ایرانی توی اپل داره بهمون این قابلیت رو معرفی میکنه. قابلیت پورتری مود اینجوریه که وقتی شما توی حالت عادی دارید عکس میگیرید، هر چیزی که برای تبدیل این عکس عادی به عکس پورتری نیازه همراه اون عکس ذخیره میشه و شما میتونید بعداً هر موقعی که خواستید این عکس رو تبدیل به پورتری کنید با بالاترین کیفیت و نیازی نیست که دیگه سویچ کنیم روی حالت پورتری و عکس بگیریم. صفحه نمایش تغییر زیادی نداشته، فقط همون داینامیک آیلند که پیشتر بهش اشاره کردم توی تمام سری های 15 بالای صفحه نمایش میتونیم ببینیم و حاشیه های صفحه نمایش کمتر شدن و روشنایی صفحه نمایش توی پیک به 2000 نیت میرسه. این گوشی ها الان میتونن با ماهواره ارتباط برقرار کنن و برای موقعیت های اضطراری درخواست امداد یا نیروی کمکی کنن و توی 14 تا کشور الان فعالن، قبلا توی 2 تا کشور آمریکا و کانادا فعال بودن. باتری گوشی از ظرفیتش چیزی نمیدونیم، فقط اپل گفته توی مدل 15 تا 20 ساعت و توی مدل 15 پلاس تا 26 ساعت میتونیم ویدیو پخش کنیم.
آیفون های 15 و 15 پلاس توی 4 رنگ صورتی، زرد، آبی و مشکی قابل دسترسی هستند و به قیمت 799 دلار برای آیفون 15 و 899 دلار برای آیفون 15 پلاس قابل خریداری هستند. خب بریم برسیم به آیفون 15 پرو و 15 پرو مکس. این گوشی ها یکم جذابترن نسبت به 15 و 15 پلاس، اما خب بازم تغییرات چشمگیری نسبت به آیفون های 14 پرو یا 14 پلاس، 14 پرو مکس نداشتن و تغییرات جزئی هستن. بدنه گوشی الان از تیتانیوم شده که یک براش خیلی قشنگ هم خورده، بدنه تیتانیومی گوشی رو محکم‌تر و سبک‌تر کرده. اون تیزی لبه‌ها توی مدل‌های پرو و پرو مکس هم کمتر شده و گوشی توی دست حس بهتری داره و ارگونومی بهتری داره. آیفون های 15 پرو و 15 پرو مکس دو تا ویژگی خیلی جذاب دارن. اولیش استفاده از چیپست A17 پرو هستش که 3 نانومتری و 6 هسته‌ای و میتونه 35 تریلیون عملیات رو در ثانیه پردازش کنه. این گوشی از قوی ترین CPU موجود در گوشی ها 10% قوی تره و GPU این پردازنده، یعنی همون پردازنده گرافیکی این گوشی، 20% نسبت به قوی ترین GPU موجود قوی تر شده و به گفته اپل این بزرگترین بازطراحی توی تاریخ اپل بوده برای قسمت GPU ها. این گوشی ها 8 گیگرم دارن و بالاترین حافظه‌ای که میتونید تهیه کنید 1 ترابایته. به لطف همین چیپست خیلی قوی و جی پی یو قوی، اپل توی گیم خیلی مانور داد و الان میتونید یک تجربه خیلی بهتری از گیم توی گوشی های آیفون 15 پرو و 15 پرو مکس داشته باشید و قرار بازی های کنسول هم برای گوشی های 15 پرو و 15 پرو مکس بیان که یک خبر خیلی خوب برای علاقمندان به گیم هست. دومین ویژگی جذاب این گوشی اکشن باتم هستش که به جای اون دکمه فیزیکی سایلنس اومده و شما میتونید این دکمه رو شخصی سازی کنید، هر کاربردی که خواستید برای این دکمه تنظیم کنید. مثلا با فشردن این دکمه دوربین بیاد بالا یا آلارم بیاد بالا. حتی میتونید برای شورتکات تعریف کنید که یه سری کارا رو براتون انجام بده. واقعا یه چیز خیلی باحالیه و بسیار هم کاربردی. برسیم به دوربین. آیفون های 15 پرو و 15 پرو مکس 3 تا لنز دارن که لنز اصلی همون 48 مگاپیکسل نسل گذشته مونده، اما با سنسور بزرگتر که میتونه نور بیشتری جذب کنه و در نتیجه تصاویر بهتری ثبت کنه. این دوربین 24 میلیمتری هستش با دریچه دیافراگم f1.8، اما شما میتونید توی تنظیمات تنظیم کنید که فاصله کانونی چقدر باشه بین 24, 28 و 35 میلیمتری. این فاصله کانونی یه جور کراپه که کیفیت هم از دست نمیره و به شما تصویر کراپ شده رو میده انگار. توی این لنز قطعا قابلیت پورتری مود که قبلا بهتون توی آیفون 15 و 15 پلاس توضیح دادم اونم داریم. حالت نایت مود بهبودهای زیادی داشته و توی شب میتونید عکسای خیلی بهتری بگیرید. یه قابلیت به اسم فوتونیک انجین اضافه شده که موقع ثبت عکس چند تا عکس رو میگیره و روشن‌ترین عکس و تاریک‌ترین عکس رو با هم ادغام میکنه و یک عکس کلی بهتون میده که نور بهتر و وایت بالانس و کالر بالانس خیلی بهتری داشته باشه. دوربین از لرزشگیر اپتیکال و سنسور شیفت هم پشتیبانی میکنه. لنز بعدی تلفوتو هستش که 12 مگاپیکسلیه و توی آیفون 15 پرو تا 3x زوم و توی آیفون 15 پرو مکس تا 5x زوم اپتیکال بهمون میده. هر دو لنز از لرزشگیر اپتیکال استفاده میکنن و دریچه دیافراگم f2.8 دارن. این تنها تفاوتی میشه گفت که توی بین آیفون 15 پرو و 15 پرو مکس به جز ابعاد گوشی هستش. این لنز توی مدل آیفون 15 پرو 75 میلیمتریه و توی مدل پرو مکس 120 میلیمتری. لنز سوم لنز اولترا واید هستش که یک سری بهبودها توی کیفیت داشتیم، همون 12 مگاپیکسل نسل گذشته هستش با دریچه دیافراگم f2.2 و 13 میلیمتری. دوربین سلفی 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f1.9 و از قابلیت HDR و سینماتیک اپل هم پشتیبانی میکنه. USB-C استفاده شده توی آیفون های 15 پرو و 15 پرو مکس نسل 3 هستش که 20 برابر سرعت بالاتری نسبت به USB-C نسل 2 استفاده شده روی آیفون های 15 و 15 پلاس داره. صفحه نمایش تغییر زیادی نداشته و همون سوپر رتینای OLED هستش 120Hz که از HDR10 پلاس و دالبی ویژن هم پشتیبانی میکنه. روشنایی صفحه نمایش مثل مدل 15 و 15 پلاس توی پیک به 2000 نیت میرسه. حاشیه صفحه نمایش کم شده و محافظ صفحه نمایش هم چیزی به اسم سرامیک شیلد هستش که به گفته اپل مقاومت زیادی توی خط و خش داره.
قابلیت اتصال به ماهواره برای درخواست کمک هم که قطعا توی مدل های پرو هم داریم و توی باتری هم باز از ظرفیت چیزی اپل نگفته، فقط گفته که 23 ساعت برای مدل 15 پرو و 29 ساعت برای مدل 15 پرو مکس پخش ویدیو میتونیم داشته باشیم. گوشی توی رنگ های تیتانیوم خالص، مشکی، آبی و سفید عرضه میشه با قیمت 1199 دلار برای مدل پرو مکس و 999 دلار برای مدل پرو. و امیدوارم که ما هم مثل 7 میلیارد 8 میلیارد آدم دیگه بتونیم حق استفاده از آیفون های جدید رو داشته باشیم و به طور قانونی گوشی ریجستر بشه و ما هم حالا از اون بحث توانایی مالیش که بگذریم حداقل اجازه استفاده ازش رو مثل بقیه آدما داشته باشیم. مرسی که وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدی. تمام چیزی که از آیفون های 15 میدونستم این بود و بهتون گفتم. تا ویدیو بعدی فعلا.